سلام بیننده عزیز، امروز ما صحبت داریم با حکمت الله نصرالدینوف از چهره‌های روشن فکر و شناخته سیاسی تاجیکستان که سالهای طولانی در وظیفه های مختلف دولتی و در مقام های مختلف ایفای وظیفه کردند و سال 1991 هم به حیث نامزد در انتخابات پریزیدنتی شرکت کردند. حالا نصرالدینوف پیشنهاد کردند که هیکل پریزیدنت جمهوری امامعلی رحمان در دوشنبه گذاشته شود و ما هم صحبتمون رو شروع میکنیم از همین پیشنهادشون. خب استاد، این پیشنهاد شما در حال است که برخی ها در زمان زندگی گذاشتن مجسمه و هیکل رو این شخصیت پرستی میپندارند، شما از کی به این خلاصه آمدید و چرا فکر میکنید باید هیکل پریزیدنت گذاشته شود؟ البته برای گذاشتن یک مجسمه برای آدم بزرگی جمهوری تاجیکستان، رهبر دولت، در کدام وقتی که نباشد و جالب است و او یگان کاری مسعد پسی ندارد. لیکن اگر در دوره شوروی، حکومت شوروی اکثریت مردم این مجسمه را اینا را در وقت زنده بودنشون نمی‌ماندند. لیکن حاضر شرایطی ما همون خیلی است که این وقتی ما مستقل شدیم، آزاد شدیم، استقلالیت به دست آوردیم، در این جا برای ما مشکلی کارون ندارد. یکم اینکه این ماندن همین خیلی مجسمه به آدم خلقی و مردم بزرگ و این مردی جسور، مردی کاردان و مثلا مردی اقبال بلند که ملت ما را متحد کرد در وقتهای وزمینی مثلا به دست آورد استقلالیت و مردم پراکنده را یک جای کرده آمد. امروز ما میتونیم که تمامی چیزی که لازم دانیم، اگر مردم لازم داند، با او گذاشتن شرط است، گذاشتن در کار. ما در اون وقت یک جای خطی کار میکردیم، بعدی و با یک جای کار کردیم در همه مقامات های دولتی کار کردیم. شرایط هایی که مثلا دوره بود، وزمینی هایی که قینی هایی بود دوره در وقتی جنگ های گرجدنی، جنگ های برادرکشی و همه خیلی اگر برای جنگ ها بسیار مشهید بودند و خونزی های بسیار شد، گرسنگی ها با وجود آمد، از همه وزمینیش که گرسنگی با وجود آمد. امروز هم باشد دوز شرایط ها بسیار خوب شد، خیلی بهبودی ها پیدا شدند. دیگر مردم حاضر آزادانه مثلا میگردند، آزادانه میشینند، میخیزد، صحبت میکنند، سخن میگوید. این را من بسیار فکری بسیار کردگی میکنم، بروقت کردن در کار با فیریبان، بروقت کردن در کار مثلا دور دیوم مراتبه قهرمان تاجیکستان کردن و ارزنده است. از روی همین البته با این کار کردن در کار، نه به شرطی که خیر قبول کنن و روزیگی با خودی وای در کار و نه بعد قرار شروع اولی در کار و ایناش اگر کار شود، البته کنیش کار پخته می شود. استاد، شما یکی از سیاستمداران صاحب تجربه هستید و امروز با وجود اینکه کمی کنار رفتید از این وای، به هر حال چی نظر دارید در رابطه به همین روند های سیاسی امروز برخورد با احزاب سیاسی و عموما دیگر مسائل سیاسی کشور؟ ما همین گفتنی هستم که غیری همین حزبی رهبر دولت، حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، دیگر حزبای ما این حزب سیاسی حساب هم نمی روند، برای که مقدار اعضای آنها بسیار کم است و آنها نمی توانند مثلا یگان عقیده خود را بیان کنند، یگان کار خود را بیان کنند نمی توانند. دیوم این حزب نظر اسلام، اگر حزب دیوم حساب می خود یعنی مخالفین، این هم اکو پراکنده شد، این هم دیگر در وقتی کوره بسیار پاسی بلندی با خورد و این به فیرم این دیگر اکو با استودانش و کوروش هم نمیدونه مشکلی، خیلی مشکلی. لیکن اکون همین بسیار حزبی این یک جهتی همین خیلی هست که اگر به شرطی که کشمکشی ها هر طرف شود از طرف حزب ها، این دولت هیچ وقت آباد نمی شود، دولت هیچ وقت مثلا با یک دیری با یک جور نمی آید. ما در خاطر داریم انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سال 1918، در همون دوره هم 23 تا حزب هر خیلی حزب بودند، تا 30 تا حزب بود همون دوره ده. لیکن همین خیلی آمدن هر روز مثلا میتینگی حزب سوسیال دموکرات میشید، حزب لیبریستا میشید، حزب بلگواردیتسو میشید، هر با خودش حزب داشت.
دیگه همین خشیده پردکنده کردن یک تا حزب کمونیست موندن بعد دولت یمده قوت گیری جا گیری بعد ترقیت دولت میرا پیدا شده رفت برای همین بیزار حزبی در دولت این چیزی چی ندارد قوه ترقیت جمعیت ندارد ولی یک حزبی برای جمعه دموکراتی تو کجا موافق است؟ اکنون این اگر از نقطه نظر دموکرات گوییم کدشن یک حزبی هم ندرست است. چون که در دموکرات همه باید آزاد باشد، همه باید سخنوی آزادی خودش را بیان کند. اگر مخالفین نباشد دولت ترقی کرده نمیتوند. لیکن مخالفین در اون وقت با قوت است میتوند که وی دولت داری مثلا این دولت خوب کند و در وقت برامداش مثلا کمبودی دولت بیاود و راه های حل کردن این مسئله کمبودی را مخالفین باید ایشان تید. این که برامده فقط تنقید کردن و کشمکشی کردن و این حزبی خیلی شد و این حزبی خلقی دموکراتی و دیگر حزبی نه کار کردن تولید گفته این تمام نادر سعید نقطه نظری چی؟ خودی شما هم یک زمان سایج حزبی خود بودید، حزبی کشوانزی و بعضی ها حتی از این حزبی شما چون یک حزبی مخالف هم میشنختند بعدن که بسته شد بعدی اون دیگر شما یک بار تلاشه دوباره من سبتنام کردن این حزب رو در فکر اصلا این حزب نشدید بعد و اعضایان رو شازم از ما حزبی ما اکول شرایط همی خیلی بود که خیلی کمودی ها بودن ممکن در همون ورخ های چیز جمع کردن کمودی ها بودن و این هم وقت های بسیار نازکی بود ما خودمان میخواستیم که متحد چیم قطعی دیگر حزب و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان لیکن این حزب ما را همون دوره در با قرار سودی عالی فعالیت در قلمرو تاجیکستان بستند گفتم که مهد سیکیدن باشد ما طرف داریم همین حزبو با قمانده چون که شرایطی برقرار کردن حزبی ما در دوره بسیار مشکل بود بسیار مشکل حزبی یکان حزب هست چون؟ نه ما حزبی عضوی یکان حزب نیستم از حزبی کمونیست هم نیستم از حزبی خلقی دموکراتی هم نیستم از هیچ یکان حزب هم از آن نیستم استاد میشوند حالت هایی که به خود فکر میکنید و از کدام کاری که در زمان وزیریتان انجام ندادید پشیمانی میکنید و اصلا امروز اگر شما سر قدرت میبودید روی منصب میبودید چی کار میکردید؟ نه ما در وقتی وزیری من از سبب این که بسیار طلباتی سخت بود به دوره وزیر و وظیفه وزیری رسیدن این کاری آسان نبود این تعلیل کرده از خود دی همه جا مثلا پارتی کمونیستی سنجیده می برامد که بطای درجه وزیری اتراد می آورد این بسیار کاری وزیری مشکل بود برای همین هر یک وزیری که در اون دوره این وظیفه را مقام وزیری را می گرفت و حتما شب و روز محنتی صافدلانه می کرد محنت می کرد که تمامی کاروی که در نزی و در اون صحای استاده است و از روده ببراید من همون چی کاری که لازم بود همون دوره در همه همون را از رودهش برامدگی همه اون کارا را من اجرا کردم و حاضر هم فخر میکنیم ما که همون دوره در ما همه خیل وظیفه در کار کردیم و از روده همه وظیفه ما برامدیم چند سال اخیر که دیگر از سیاست کنار رفتید به چی کارها بیشتر مشغول هستید؟ حاضر خیلی که بعدی به نفقه برامدن دیگر کاری دولتی کاری جمعیتی نکرده استادم لیکن در خانه همچه سیاست مدار من دو این وقت با رو با مجله ها با مثلا روزنامه ها و دیگر رو تحلیل کرده اینا رو میسنجم میبینم استاد بعد از نشر کتاب ترکیش دیگر در فکر تالیف یکم کتاب دیگری نبودید؟ کتاب دیگر شاید ترکیش تیار کرده استادیم ولی تیار نیست دست نویس های و بسیار چیزایی چی هسته که تحلیل چی خورد در کار های ترکیش اولش در باره همین واقعی جنگوی گرجدنی بود جنگوی برادرکشی بود و چهل ما یک جایه شدیم متحد شدیم از گجا پیدا شدیم کی متحد شدن از کار کردن کرد این دیگر شکل بود دیگر طرف دیگر جریان ترقیات حاضره جمهوری ترکستان این بیشتر رو بکنی به زمان امروز هست تشکر زیاد برای صحبت صمیمی و
اینکه وقتی خودتون رو دریغ نداشته آماده شدید برای شنونده های ما در برای من زندگی و کار و فعالیتتون در چندین سالهای پیش صحبت کنید. تشکر به شما هم برای محنت های کردگی تو هم میدونم که کاری جورنالیستی کاری این کاری آسان نیست. یک آدم جلب کردن به این کارو خیلی مشکلات در کار که مثلا یکون نوار در یکون بگیری. برای هم تشکر زیاد به کارگران رادیو آزادی و به همه آدم هایی که مثلا امروز برای ترقیات جمهوری ترکستان ما محنت دارد.